سلام دوستای عزیزم، جلسه 19 همه. خب طبق روال این جلسه رو فقط به آکوردهای اختصاص میدیم و روی جزوه چیزی کار نمی کنیم. خب جلسه پیش براتون من دو تا آکورد رو نام بردم، آکورد می مینور و آکورد لا مینور، که طریقه نوشتن ریتم و اجرای ریتم هم بهتون گفتم. یه ریتم چهارچارم که همه با انگوشت آی اجرا می شد، اولی باس، ماوقی، تریب. این جلسه من 4 تا آکورد رو بهتون یاد میدم به خاطر اینکه میخوام زودتر بس آکورد رو پیش بریم. فعلا ریتم رو عوض نمی کنیم، با همین ریتم 4/4 آکورد های جدید هم میزنیم. خب اولین آکورد، آکورد دو ماژوره یا سی خالی، که گفتیم برای آکورد ماژور چیزی جلوی حرف لاتین نوشته نمیشه، سی که میشه نوت دو، پس سی خالی میشه آکورد دو ماژور که به این شکل هست. حالا براتون روی سازم اجرا میکنم. آکورد ری مینور که میشه دی، ام کوچیک یعنی مینور، دی هم که نشون دهنده نوت ری که به این شکل گرفته میشه آکورد ری مینور. و میریم اینجا که میشه آکورد جی یا سول ماژور. جی نوت سول بود، خالی هم که اومده میشه، میشه سول ماژور، این شکلشه. و ای خالی که میشه می ماژور که بازم به این شکل اجرا میشه. خب حالا من روی سازم براتون توضیح میدم. خب آکوردهای دو ماژور، ره مینور، سول ماژور و می ماژور رو قرار کار بکنیم. این آکورد دو ماژوره، انگشت یک فرت اول سیم دوم، انگشت دو فرت دوم سیم چهارم، انگشت سه فرت سوم سیم پنجم، میشه آکورد دو ماژور. خب این آکورد در اصل 5 سیمه است، اما فعلا شما به این چیزا کاری نداشت باشید، من بعدا این 5 سیمه و 6 سیمه بودن آکورد رو براتون کامل توضیح میدم. آکورد بعدی ری مینور. این آکورد ری مینوره، انگشت اول فرت اول سیم اول، انگشت دوم فرت دوم سیم سوم، و انگشت سوم فرت سوم سیم دوم. آکورد سول ماژور به این شکل گرفته میشه، انگشت سوم فرت سوم سیم اول، انگشت اول فرت دوم سیم پنجم، و انگشت دوم فرت سوم سیم ششم. این آکورد سول ماژور. خوب به آکورد می ماژور هم در آخر، که انگشت اول فرت اول سیم سوم، انگشت سوم فرت دوم سیم چهارم، و انگشت دوم فرت دوم سیم پنجم. پس آکورد دو ماژور، ری مینور، سول ماژور، می ماژور. خب من طبق روال درس قبلیمون که مربوط به آکوردا بود، همون ریتم 4/4 رو براتون اجرا میکنم. روی این 4 تا آکورد جدید فقط اینو خدمتتون عرض بکنم که برای عوض کردن اینها من قبلا یه سیستمی براتون توضیح دادم، به همون سیستم من الان آکورد رو عوض میکنم. یعنی این که فرض برای میذارم که من نمیتونم آکورد رو عوض بکنم، پس بنابراین ریتم دست راستم قطع نمیکنم و با دست چپم برای هر گرفتن آکورد بعدی دست رو بلند میکنم و بعد دونه دونه هم بیشتر روی آکورد بعد دست میچینم. خب از می ماژور شروع میکنم. 1 2 3 4، 1 2 3 4. خب من برای گرفتن آکورد بعدی فرضاً مشکل دارم، دستمو برمی‌دارم، 2 3 4، 2 3 4، میشینم روی آکورد بعدی، 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
ولی در اصل راز این تکنیک اینه که دست راست شما نه سرعتش کم بشه، نه زیاد بشه و نه قطع بشه. پس دست راست رو به هیچ وجه قطع نکنید. حالا من یه بار درست براتون آکورد رو عوض میکنم. Thank you.
تا جلسه بعد، خداحافظ.